خط مهمترین ها. حکومت فراگیر خواست چین و پاکستان. وزیران خارجه چین و پاکستان در اعلامیه مشترک از امارت اسلامی خواستند تا یک حکومت فراگیر ایجاد کنند. مربوط به مسائل داخلی افغانستان باشه و با امارت اسلامی خودش تصمیم میگیره. تمامی کارمندان مرد این رسانه نیز بر رسم حمایت از مجریان زن. واکنش ها به پوشش چهره مجریان زن. مجریان مرد در تلویزیون های کشور بر رسم اعتراض با ماسک ظاهر شدند. واقعا نسم که لایت از اخیستر لایت از تومزومنه در زکا اکسیجن مات نرس. تصمیم پوشش چهره مجریان زن واکنش های جهانی را نیز در پی داشته است. احکام دینه که هیچگاهی جبر و اکراه را نپذیرند. نگرانی سازمان ملل از حمله ها علیه غیر نظامیان در کشور. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سفر به مزار شریف خواهان متوقف شدن حمله ها علیه غیر نظامیان شده. آغاز دور جدید واکسین پولیو در سراسر کشور. یونسف از آغاز این روند در تمامی ولایت های کشور خبر داده است. در این دور قرار است 9.9 میلیون طفل‌های زیر 5 سال پولیو را به شکل خوراکی بگیرند. و عبور شمار آوارگان از رقم 100 میلیون تن در جهان. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. وزیران خارجه چین و پاکستان خواستار ایجاد دولت فراگیر در افغانستان شده و به حفاظت از حقوق بانوان کودکان در این کشور تاکید کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین و بلاول بوتو زردادی وزیر خارجه پاکستان در اعلامیه مشترک همچنان از جامعه جهانی خواستند تا برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان کمک هایشان را ادامه دهند. در این میان برخ آگاهان به این باورند که برای حل چالش های کنونی امارت اسلامی باید حرف های مثبت را بشنود و با آن عمل کند. اسدالله حکیمی گزارش می دهد. دیدار وزیر خارجه چین و پاکستان در بیجینگ. گفتگو روی وضعیت افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و وانگ یی همتای چینی او صلح و ثبات در افغانستان را برای توسعه منطقه مهم می‌دانند. اینان در اعلامیه مشترک خواستار ایجاد ساختار سیاسی گسترده و فراگیر و همچنان حفظ حقوق زنان و کودکان در افغانستان شدند. دو طرف توافق کردند که صلح و ثبات در افغانستان برای توسعه منطقه حیاتی است و از حکومت سرپرست افغانستان خواستند تا یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر را ایجاد کنند، حقوق زنان و کودکان حفظ شود و اطمینان دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه استفاده نمی شود. وضعیت در افغانستان تأثیر مستقیم بر صلح و ثبات در این کشور می‌گذارد. بحران بشری که ممکن به فروپاشی اقتصادی در افغانستان بانجامد، نه تنها برای مردم افغانستان بل برای منطقه یک تهدید جدی است. این دو دیپلمات ارشد دو کشور همسایه از جامعه جهانی هم می‌خواهند تا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان و کمک‌هایشان ادامه دهند. بران من فکر می‌کنم که تنها در کوتاه مدت می‌تونه حداقلش کم مردم مسیر بکنه، اما در دراز مدت این مسیریت اقتصادی نداره، برعکس می‌تونه سکتور خصوصی افغانستان از زمین گیر بسازه. نیاز است که تا کمک‌ها در بخش پروژه‌های انکشافی و برنامه‌های توسعه‌ای صورت بگیره و از طرف حکومت افغانستان خودش برنامه و پلان استراتژیک خود داشته باشه تا بتونه میزان بیکاری و فقر در کشور کاهش بده. امارت اسلامی اما پیوسته گفته که حکومتشان فراگیر است و از جهان خواسته در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. حال خو امارت اسلامی مشوره ها و نظریات کشورها را میشنوند، ولی در مورد مسائل داخلی کشور که در عموم مسائل ارزش های معنوی و اسلامی و منافع ملی را در بر میگیره و مربوط مسائل داخلی افغانستان باشه و با امارت اسلامی خودش تصمیم میگیره.
پس از روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان در ماه اپریل، این نخستین سفر یک مقام بلندپایه اسلام آباد به چین است. در ادامه واکنش های گسترده بر اجباری شدن پوشش چهره مجریان زن در تلویزیون های افغانستان، مجریان مرد نیز بر رسم اعتراض چهره های خود را با ماسک پوشاندند. این اعتراض به منظور همبستگی با مجریان زن تلویزیون های افغانستان راه اندازی شده است. سهیلا یوسفی در این گزارش به واکنش های داخلی و خارجی در مورد اجباری شدن پوشش چهره مجریان بانو در تلویزیون های افغانستان پرداخته است. تمامی کارمندان مرد این رسانه نیز بر رسم حمایت از مجریان زن نقاب پوشیدند. اعتراض مجریان خبری و برنامه‌های تلویزیونی در داخل و بیرون از افغانستان. چهره‌های مجریان زن از دیروز به این سو به فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به گونه اجباری پوشانده شد. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از مجریان مرد رسانه‌ها هم در اعتراض به محدودیت در اجرای برنامه‌ها صورتشان را با ماسک پوشاندند. با تصمیم اخیر امارت اسلامی از روز گذشته به این طرف، ما هم خواستیم همصدا و یک نحو اعتراض داشته باشیم. امیدوار هستیم که این اعتراض ها نتیجه بده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر تجدید نظر بکنند در تصمیمشان. به هر ساعت خبر از یک بام دستور امارت اسلامی برای زنان مجری تلویزیون که باید هنگام اجرای برنامه صورتشان را با ماسک بپوشانند، واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را نیز در پی داشته است. توماس وست، فرستادی ویژه آمریکا برای افغانستان، در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه کشور، مخالفتش را با محدودیت‌های اعمال شده در برابر زنان اعلام کرده. با ماسک نفس کشیدن دشوار است. با ماسک خبر خواندن دشوار است. دیدگان حقوق بشر نیز در پیوند به این وضعیت نگرانی جدی کرده است. دستور برای پوشاندن چهره زنان گوینده زیان بار است. زیرا این زنان اطلاعات را در مورد آنچه در افغانستان واقع می شود جمع آوری می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند. آنها الگو برای دیگران هستند و به این بانوان به عنوان مثال برای آزادی سایر زنان در کشور دیده می شود. در این میان برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های شناخته شده با پخش تصویرهای در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که انتظار چنین روز را نداشتند. این چهره‌ها اعتراض مجریان مرد و ایستادنشان را نیز قدردانی کردند. Coming to the screen or on the screen wearing covering of the face. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور هم در مصاحبه با CNN از مجریان زن در رسانه ها خواسته بود که از دستور تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیروی نکنند. اما پس از یک روز اکنون آقای کرزی حجاب را یک دستور شرعی برای زنان گفته است. بحث نقاب ماندن روی زنان و بحث خودساخته طالبا هست، نه جز احکام دین. احکام دینی که هیچگاه جبر و اکراه را نپذیرفته. در همین حال پوشاندن صورت مجریان زن در تلویزیون ها شمار زیاد از کارمندان رسانه‌ای را به شدت نگران کرده. آنان میگویند که اجرای برنامه در چندین ساعت پی هم با چنین پوشش دشوار است. واقعا زنستم که ولی بسمه توگه باندی چه پخواه ما خبرونو ویل او لمیل منو سر سیاسی برخه که ما باس که ولی پختنی می که ولی واقعا زنستم که ولی تا ساخی سلات استونزمنه ده زکا اکسیجن ما تا نرسی بسیار سخت ما میشه نه تنها بر ما بلکه بر تمام دخترایی که همسنگرهای ما هستن و یعنی اصلا امکان پذیر نیست که با چنین پوشش ما بریم روی صحنه و اجرا داشته باشیم. کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بودند. سخنگوی امارت اسلامی اما پیش از این گفته بود که این تصمیم قطعی است و جای برای مخالفت و بحث وجود ندارد. این در حال است که سخنگوی امارت اسلامی اما پیش از این گفته بود که تصمیم پوشش ماسک اجباری بر بانوان مجری قطعی است و جای برای بحث و مخالفت وجود ندارد. اکنون دیده شد که با موج از واکنش‌های درونی و بیرونی امارت اسلامی آیا از تصمیمش عقب نشینی خواهد کرد یا نه، موردی که بر همگان پرسش برانگیز است. سهیلا یوسفی، تلویزیون یک، کابل. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که حمله ها علیه غیر نظامیان باید متوقف شود و
عاملان آن به عدالت سپرده شوند. آقای بنت در سفر به مزار شریف حمله بر مسجد سیدوکان را رویداد دلخراش خوانده و آن را خشونت علیه هزاره ها توصیف کرده است. آگاهان ما تقبه و تسلیت گفتن آقای بنت را بسنده ندانسته میگویند گزارشگر ویژه سازمان ملل باید اراده جهان را برای سرکوب گروه های راسفگن در کنار نظام حاکم افغانستان بسیج کند. گزارش از بشیر احمد شیرزاد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید حمله ها علیه غیر نظامیان باید متوقف و عاملان آن به عدالت سپرده شوند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان سفر در روزش به افغانستان به مزار شریف رفته و از مسجد شیعیان که حدود یک ماه پیش هدف حمله مرگبار قرار گرفته بود دیدار کرده است. آقای بنت حمله بر این مسجد را رویداد دلخراش خوانده و آن را خشونت علیه نمازگزاران غیر نظامی به ویژه هزاره ها توصیف کرده است. با این حال برخی آگاهان میگویند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد باید اراده جهان را برای سرکوب گروه های هراس افغان در کنار حکومت کنونی افغانستان بسیج کند. آقای بن باید اراده بین المللی را تقویت و امکانات بین المللی را بسیج نماید تا در کنار حکومت افغانستان با گروه های دهشت افکن و کسانی که مساجد و معابر عمومی را مورد هدف قرار می دهد سرکوب نماید. برخی آگاهان نظامی هم می گویند کشتن غیر نظامیان هیچ گونه توجیه نداشته و در صورت ادامه این گونه حمله ها امارت اسلامی به چالش روبرو خواهد شد. طالبان باید عاملین حمله های تروریستی را شناسایی و گرفتار بکند. در غیر آن اگر وضعیت چنین دوام بکنند ممکن طالبان با یک چالش امنیتی نه تنها در داخل افغانستان مواجه خواهند شد بلکه نزد کشورهای همسایه و منطقه تحت پرسش های متعدد و سوال برانگیز قرار خواهند گرفت. بزرگترین عامل تداوم حملات بر افراد ملکی، بر مساجد، بر مدارس، بر مکاتب، بر اجتماعات افراد ملکی ایست که تا هنوز هیچ فردی و گروهی به خاطر این عمل جنایتکارانه مجازات نشده، برعکس تا جای تقدیر هم شدن و یگانه عاملی که میتونه از این جلوگیری کنه او ایست که دولت، هر کسی که دولت در اختیار داره و جامعه جهانی و جامعه بین‌المللی به یک صدا این مسائل محکوم کنه و عاملان این اعمال جنایتکارانه را به مجازات بکشند. مسئولان امارات اسلامی هم میگویند نهادهای استخباراتی و امنیتی تلاش میکنند تا از حمله های هراس افغانی جلوگیری کرده و عاملان آن را شناسایی کنند. ارگان های استخباراتی و امنیتی امارات اسلامی در این مورد بسیار جدی و قاطع تلاش دارند تا این حملاتی را که انجام میدهند هم عناصر را ریشه کن کنند از کشور خود. پس نگرانی عمیقی نیست و تا 98% این پدیده کوبیده شده و از بین برده شده یا کمی که مانده در حال محو شدن است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان با خانواده های قربانیان رویداد مسجد سیدوکان و قشرهای گوناگون در مزار شریف دیدار کرده است. انفجار در مسجد سیدوکان از سلسله حمله هایی بود که هزاره ها و شیعه ها را هدف قرار داد. در این حمله بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند که مسئولیت این حمله را داعش پذیرفت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از شروع دور جدید واکسین فلج کودکان در سراسر کشور خبر داده است. این دور از واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در تمامی ولایت‌های کشور به شمول ولایت‌های سردسیر آغاز شده است. در این کارزار 9.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. افزون بر این کارزار تطبیق ویتامین ای نیز در کنار واکسین پولیو آغاز شده است. یونیسف از مردم خواسته تا سهمشان را در تطبیق واکسین پولیو داشته باشند. سهیلا یوسفی گزارش می دهد. آغاز چهارمین دور تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان.
وزارت صحت عامه از آغاز دور جدید کارزار واکسین پولیو در سراسر افغانستان خبر داده است. در این کارزار 9.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. چهارمین دور کمپاین سراسری پولیو در تمام افغانستان به شمول ولایت سردسیر با کمک WHO و یونیسف امروز آغاز شد که ممکن بر یک هفته ادامه پیدا خواهد کرد. در این دور قرار است 9.9 میلیون طفل های زیر 5 سال پولیو را به شکل خوراکی بگیرند. وزارت صحت میگوید که دور جدید این کارزار به همکاری صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف و سازمان جهانی بهداشت راندازی شده است. در این دور کارزار که تمام ولایت های کشور به ویژه ولایت های فرا و هلمند را زیر پوشش قرار میدهد، تطبیق ویتامین A بر کودکان نیز در کنار واکسین پولیو آغاز شده است. پولیو تر څنګه موږ غواړو چې هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو کلونه لوی وي تر پنځو کلو د پولیو د واکسینو تر څنګ ویټامین اے کپسولم ورکول کېږي دې په خاطر تر څو د دوی د معافیت د بدن معافیت سطح لوړه وساتو نو موږ انشاءالله په دې کې پوره امیدواره یو چې پولیو به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نه مخکې کېږي. یونیسف از مردم خواسته تا سهمشان را در تطبیق واکسین پولیو داشته باشند. در تطبیق این کارزار عالمان دین، بزرگان قومی و آموزگاران مکتب ها نیز سهم دارند. هغه ماشومان چې عمر نه شپږ میاشتې تر 15 کلنۍ پورې دي ویټامین اهم ورکول کیږي. دغه برنامه د تطبیق کې موږ سره ټول علما کرام، قومي مشران، عوامدارنګ د پانتون او د معرفو سازان چې دي هغه سهم دي او کومک جدي ستونزه په مشرقي حوزه کې نشته، خو صرف خواهش د ټولو والدینو نه همدا ده چې دوی په دغه ورځو کې ځانونه مطمئن کړي چې دوی ماشومانو ته واکسین رسیږي او همدارنګ ویټامین ای رسیږي. پولیو یا فلج کودکان هرچند در افغانستان در آستانه نابودی است، اما وزارت صحت حکومت سرپرست گفته که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به محو پولیو نزدیکتر شده است، اما تاکید شده که نیاز است تا تلاش‌های بیشتر در این راستا انجام شود. ثبت موارد تازه در چند ماه پسین در ولایت‌های کندوز و پکتیکا که بیشترین رقم مبتلایان را در خود دارد سبب شد تا سازمان صحی جهان و یونیسف دوره‌های جدید واکسین این بیماری را در افغانستان آغاز کنند. حال هم در مهمترین های از جهان، سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای نخستین بار شمار آوارگان جهان از مرز 100 میلیون تن گذشته است. در پی وزش طوفان شدید در شرق کانادا دست کم 8 نفر کشته شدند. همچنان عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از طرفدارانش خواسته تا به تاریخ 25 می در اسلام آباد دست بر راهپیمایی سلامی زده و خواهان انتخابات تازه شوند. جزئیات بیشتر این همه در این بسته. سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای نخستین بار شمار آوارگان جهان از مرز 100 میلیون تن گذشته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته که برای نخستین بار در جهان بیش از 100 میلیون تن به دلیل درگیری، خشونت، نقض حقوق بشر و تعقیب مجبور به فرار از خانه و کاشانه ایشان شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل، این آمار را دلسرد کننده و همزمان هشدار دهنده خوانده است. بر اساس داده های این نهاد، تعداد آوارگان در جهان در پایان سال 2021 به 90 میلیون تن رسیده بود. این افراد بیش از همه به دلیل درگیری های جدید یا ادامه درگیری های قبلی در کشورهای مانند ایتیوپی، بورکینافاسو، میانمار، نیجریا، افغانستان و کانگو مجبور به فرار شدند. حمله روسیه به اوکراین در سال جاری باعث آواره شدن 8 میلیون تن داخل مرزهای اوکراین و فرار 6 میلیون اوکراینی دیگر به خارج از این کشور شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل با اعلام این خبر گفته که جنگ در اوکراین به تنهایی 14 میلیون تن را به شمار آوارگان جهان اضافه کرده است. در پی وزش طوفان شدید در شرق کانادا دست کم 8 تن کشته شدند. سرعت این طوفان که 132 کیلومتر بر ساعت بوده زیانهای مالی زیاد بر جای گذاشته است. برق دست کم نزدیک به 1 میلیون تن در استانهای اونتاریو و کپ نیز قطع شده است. طوفانی که وزش باد شدید، رعد و برق و بارش سنگین باران را همزمان برای دست کم 2 ساعت به همراه داشت، باعث سقوط هزاران اصل درخت در این مناطق شده است. در شهر آکسبریج در یک ساعتی شمال تورنتو وضعیت اضطراری اعلام شده است.
مقام های کانادا گفتند که بیشتر قربانیان این حادثه بر اثر شکستن درخت ها کشته شدند. و عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان از طرفدارانش خواسته تا به تاریخ 25 مه در اسلام آباد پایتخت آن کشور دست بر راهپیمایی صلح‌آمیز زده و خواهان انتخابات تازه شوند. نخست وزیر پیشین پاکستان از حکومت این کشور خواسته تا با راهپیمایی چهارشنبه آینده مخالفت نکند که در خارج از اسلام آباد آغاز شده و سپس راهی مرکز این شهر خواهد شد. عمران خان گفته که حامیانش تا زمان در مرکز اسلام آباد باقی خواهند ماند که پارلمان این کشور منحل شده و انتخابات تازه اعلام شود. عمران خان پیش از برکناری از قدرت در چندین شهر مهم این کشور نشست‌های بزرگ را راه اندازی کرد و تلاش کرده است تا قدرتش را بر نمایش بگذارد. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان در شهر پشاور نیز راهپیمایی‌های را راه اندازی کردند که به گفته عمران خان به منظور حفاظت از حاکمیت این کشور بوده است. در گذشته در راهپیمایی‌های حزب تحریک انصاف هزاران تن اشتراک داشتند. همزمان وزیر داخله پاکستان به حامیان آقای خان هشدار داده است تا در جریان راهپیمایی سبب ایجاد مشکلات نشوند. او گفته که عمران خان سبب گمراهی جوانان شده و از شهرتش برای اهداف سیاسی استفاده می کند. عمران خان پس از 3.5 سال صدارت از سوی پارلمان پاکستان سلب صلاحیت و از قدرت کنار زده شد. پیش از این شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته بود که عمران خان برخلاف پاکستان سازش کرده و به همین دلیل علیه او باید اقدامات قانونی صورت گیرد. در ورزش امروزم نخستین مدال‌آور آسیایی کشور درگذشت. پهلوان ابراهیم ترکمنی یکی از چهره های پهلوانی کشور به اثر بیماری قلبی و شکر به عمر 96 سالگی در کابل درگذشت و امروز به خاک سپرده شد. پهلوان ابراهیم پیش از 2 دهه عضویت تیم ملی پهلوانی را داشت، با عنوان‌های گوناگون در رقابت‌های داخلی و بیرونی دست پیدا کرده بود. مردی که سال‌ها توانست روی دوشک پهلوانی برای کشورش افتخار کسب کند. پهلوان ابراهیم ترکمنی بیش از 2 دهه عضویت تیم ملی پهلوانی افغانستان را داشت و توانست از میدانهای ملی و بین المللی عنوانهای مختلف را برای کشورش به دست آورد. او در بازی‌های المپیک 1962 ژاپن توانسته بود با پیروزی برابر حریفانش به مدال برنز دست پیدا کند، اما پس از سالها افتخار آفرینی خورشید پهلوانی کشور غروب کرد. شخص مطمئن سر برای ما تلفن کردن، خودشان دولت تشریف داشتن، گفت که برین از طرف ما دی غم خدا شریک بدانین و ما هم خدا دی غم شریک میدانم، از طرف اون برشان عذرخواهی کنیم برای مردم ما. پهلوان ابراهیم با 4 بار حضور در رقابت‌های المپیک جهان و نخستین ورزشکار کشور مبدل شد که بیشترین حضور در تاریخ کشتی افغانستان را دارد. اگه قهرمان در این اواخر بخوره که خود چون سندش حدودان 96 ساله شده بود، یک مداره که سهوله بکن سند پیدا کرده بود، دیگه مشکلات های اونچنانی نبود از افتخاراتش هم که ابراهیم پهلوان در 20 سالگی پا به میدان پهلوانی گذاشت و در 76 سال حضور خود در رویدادهای کلان ملی و جهانی از جمله رقابت‌های المپیک ژاپن و اندونزیا شرکت کرده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان با قهرمانی منچستر سیتی به پایان رسید. در آخرین دیدار این رقابت‌ها منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد به مساف آستون ویلا پا به میدان گذاشت که توانست با نتیجه 3-2 این تیم را شکست دهد و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. در این دیدار آستون ویلا توانست در دقیقه‌های 37 و 69 گلزنی کند، اما شاگردان پپ گواردیولا توانستند در 5 دقیقه گل‌های خورده را جبران کنند و با 93 به قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کند. و این ترتیب تیم های منچستر سیتی، لیورپول، چلسی و تاتنهام توانستند جواز و حضور بر رقابت های لیگ قهرمانان را بر فصل بعدی کسب کنند.
حالا هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین های این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.